بررسی انجام شده نشان می دهد پیروان اهل بیت علیه سلام در کشور پاکستان با دو تهدید بزرگ و خطرناک مواجه هستند. مجله الکترونیکی ز دیپلمات با انتشار گزارشی درباره وضعیت وخیم شیعیان در پاکستان اعلام کرد که این اقلیت مذهبی از دو سو مورد تهدید قرار دارند. در این گزارش که در آن از لبس تهدید دوگان استفاده شده آمده از یک سو شیعیان همواره مورد تهدید، قتل، کشدار و اقدام های تروریستی سنی های تون رو هستند و از سوی دیگر به بحانه های مختلف از طرف دولت و حاکمیت پاکستان به دادگاه ها کشانده می شوند و مورد محاکمه، مجازات، شکنجه و سرکوب قرار می گیرند. این گزارش می شیعیان داخل پاکستان مورد ستم و تبعیض قرار دارند جان این شیعیان در خطر است اما آنها همچنان برای دستیابی به حقوق مسلم خود تلاش می کنند مجله الکترونیکی The دی دیپلمات در این گزارش همچنین فاش کرد برای مثال وقتی یک خانواده شیعی برای دفاع از حق خود در برابر تروریست های افراتی که آنها را به قتل و اخراج از منطقه تهدید کردند به دولت یا دستگاه های قضای پناه می برد دادگاه نه تنها مدافع این خانواده نمی شود بلکه او را به بحانه های مختلف متهم کرده و محاکمه و مجازات می کنند بر همین اساس جامعه شیعی پاکستان به این نتیجه رسیده که دولت و حتی مؤسسه های غیر دولتی مدعی دفاع از حقوق بشر در این کشور مشکل آنها را حل نخواهند کرد در ادامه این گزارش آمده روز به روز هم بر سرکوب شیعیان در پاکستان افزوده می شود و در سه سال اخیر به اوج خود رسیده به طوری که تعداد زیادی از آنها ناپدید شده و سرنوشتشان معلوم نیست در حال حاضر سرنوشت بیش از 700 شیعه پاکستانی نامعلوم است در پایان گزارش مجله الکترونیکی دی دیپلمات آمده چندی پیش منابع دولتی از آزاد شدن 17 شیعه پاکستانی که چندین سال به طور غیرقانونی و بدون محاکمه عادلانه در زندان به سر می‌بردند خبر داد این 17 نفر بعد از اعتراضها و تحسن خانواده های آنان در اماکن مختلف برای روشن شدن سرنوشت فرزندانشان که موجب فشار آمدن به دولت پاکستان شد آزاد شدند